نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سنف نهم سلام خوب هستین بخیر هستین جور سعادت باشین شاگردای عزیز به درس شیرین ریاضی بسیار زیاد خوش آمدین خب شاگردی عزیز و گرامی ما و شما مضمون چی رو میخوانیم؟ ریاضی رو با هم دیگه میخوانیم درست است؟ فصل هفتم هستیم معادلات یک مجهوله درجه دوم و درس پنجم ما و شما امروز میشن اما عنوان که ما و شما باید بخوانیم درست است؟ چی میخوانیم؟ روش چی رو میخوانیم؟ روش تکمیل مربع یعنی ما یک معادله درجه دوم یک متحوله یا یک مجهوله داشته باشیم ما این اگه بخوایم کار کنیم و جوابش دریافت کنیم جوابهاش ممکنه دو تا جواب داشته باشه ممکنه یک تا ممکنه هیچ جواب هم نداشته باشه درست است در روش ترسیمی تا نست دیگه گفتیم اگر خط و چه و اون پارابول هم قط نقص نسازند میگیم هیچ جواب ندارد معادله یا تا نست در روش ترسیم رو خاندیم. روش هندسی دیگه نه؟ و دا اگر در یک نقطه قد کند یک جواب دارد اگر در دو نقطه قد کند دو تا جواب دارد درست است پس یک معادله درجه دوم یک متحوله شاگرد عزیز میتونه هیچ جواب نداشته باشد میتونه یک جواب داشته باشد و میتونه دو تا جواب داشته باشد درست است البته وقتی میگیم هیچ جواب ندارد منظور ما در ساحه اعداد حقیقی است در ساحه اعداد مختلف باز در سنفای بعد میخوانیم که جواب دارد خب اما روش که امروز ما شما میخوانیم چی است روش تکمیل مربع پس شاگرد عزیز قبلی که بریم سر تخته و درس شروع کنیم باید چی کنید؟ باید کارخانیگی رو به ما روان می کردید. از طریق چی؟ از طریق واتساب. نمبرش هم 20964 780 255 40 13. درست شکرده عزیز؟ پس میریم سر تخته و درس امروز شروع می کنیم. خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما با شما چی است روش تکمیل مربع میخوای معادلات درجه دوم یک متحوله یا یک مجهوله را به روش تکمیل مربع حل کنیم درست است خب شاگرده عزیز اگر یادتون باشد در سایه گذشته ما یک معادله درجه دوم فرم استندردش برای شما گفتیم به چه شکل می درست است وای مربع جمع c مساوی با صفر به این گفتیم یک معادله درجه دوم درست است؟ خب روش های حل زیر ما شما چند روش خواندیم یک روش گفتیم که اول ما شما باید حدس بزنیم که چه عدد بانیم قیمت گذاری کنیم و بین مسایی برقرار میشه یا نمیشه که گفتیم روش خوبی نیست روش بعد چی رو خواندیم روش هندسی رو خواندیم گفتیم ما شما باید گراف یک خط مستقیم و یک پارابولا بکشیم و نظر به گراف میفهمیم که جواب ما شما چند است اما جایی که همین دو میکنه اما نقطه xش در محور یک ساعت وصل میکنیم آنها ما میشه چه جواب موش ما شما ولی دیدیم که این هم روش خوبی نبود چرا چون موش ما شما باید بسیار دقیق بکشیم گراف ها اگر از پیش ما کمی غلط شوه ما شما جواب دقیقش دریافت کرده نمیتونیم درست است حدودی میدانیم بین چه عدد و چه عدد ولی دقیقش دریافت کرده یعنی اشاری دار اگر باشه جواب ما شما دقیق دریافت نمیشه درست است اما روش بعدی که خواندیم روش چی بود روش تجزیه گفتیم یکی از بهترین روش ها روش چی است تجزیه است درس گذشته رو ما شما خواندیم و گفتم این روشم روش خوبی است فقط همه معادله به ما و شما کار کرده نمیتونه مشکلش همین بود دیگه هر معادله که به ما و شما درش دوم بیته با روش تجزیه ما کار نمیتونیم چرا چون اگر ما بخوایم با این روش کار کنیم باید بتونیم معادله را تجزیه کنیم اگر نتونیم تجزیه کنیم با اون روش کار شده نمیشه درست است پس روش تجزیه هم روش خوبی است بهترین روش است یعنی ما و شما اگر یک مدلی در دوم با ما و شما داده بشه بگید کار کو روش مشخص نکرده باشه ما 100 درصد اول در تجزیه میریم میبینیم که اگر با تجزیه حل شد با او حل میکنیم اگر نشد حالا یا تکمیل مربع یا هندسی یا فرمولای محمد موسا که درس بعد ما و شماست درست است پس شاگرد عزیز درس امروز ما و شما چی است روش تکمیل مربع پس من نوشتم میکنم روش تکمیل مربع برای چه شاگرد عزیز برای حل معادله درجه دوم یک متحوله یا یک مجهول گفتیم که فرم استاندارد به چه شکل است شاگرد عزیز فرم استاندارد به این شکل است ای ax مربع جمع bx جمع سی مساوی است با صفر که گفتیم ای ما و شما صفر شدن نمیتونه دیگه بی و سی میتونه صفر شوه اما ای صفر شده نمیتونه درست است یک فرم استاندارد یک معادله درجه دوم یک متحوله بود خب روشش رو گفتیم برای اما روش تکمیل مربع من یک مثال در اینجا نوشته میکنه و در مثال کار میکنه و تشریح میکنه مثلا مثالش مثال شما و شما به شکل است دقت کنید این معادله رو به ما و شما داده سوال گفته که ایکس مربع جمع دو ایکس منفی 8 مساوی است با صفر صحیح خب شاگرد عزیز ای ما و شما چند هست اینجا ای ما و شما ایکس مربع است دقت کنید عددی که در ایکس مربع زر شده باشه ای میشه ای ما و شما یک است در اینجا هیچ عدد نیست عدد یک وجود دارد و بی ما و شما چی است اکس است عددی که در یک ضرب مثبت دو است و سی ما و عدد تنها که داخل در آخر نوشته میشه هیچ ایکس نداره صحیح او چی میشه منفی 8 پس سی ما و شما منفی 8 میشه صحیح پس ای بی سی رو میفهمیم. روش تجزیه است که تجزیه میکردیم و دیگاش است اما روش تکمیل مربع. در این روش ما با شما چیکار کنیم باید دقت کنین یعنی فیر دو بر انتقال بدیم. در روش تجزیه گفتیم همه همه عناصر باید یک طرف باشه یعنی به شکل استاندارد باشه اما در روش تکمیل مربع ما یعنی منفعش رو باید دو بر بدم. بدیم پس دقت کنید سی را به طرف دیگر میبریم سیست پس دقت کنیم ما به شکل نوشته می کنیم این کار رو کنیم پس میشه x مربع جمع دو x مساوی است با منفعش رو انتقال بدیم چی میشه شاگرد عزیز میشه مثبت آفرین مثبت پس به این شد تا اینجا دیگه چی هست نه و یک نکته دقت کن شاگرد عزیز روش تکمیل مربع زمانی کار میشه که ای ما و شما یک باید باشد دقت کنید باید E یک باشه یعنی ضریب ایکس مربع ما شما یک باشد اگر یک نباشه با اون مثال دو باشه باید همه عناصر تقسیم بر همون عدد بسازیم و تبدیل به یک بشه دقت کنید با سال مثال به این داریم ما 2x مربع جمع 8x منفی 6 مساوی با صفر ضریب X مربع ما شما چند است دو است از روش تکمیل مربع کار نمیشه باید چی کنیم همه رو تقسیم بر دو بسازیم یعنی کلش تقسیم بر دو میسازیم شاگرد عزیز تقسیم بر دو در اینجا تقسیم بر دو در اینجا تقسیم بر دو یعنی صفر هم تقسیم بر دو خب دو با دو خلاص میشه پس میشه یک اکس مربع درست است اشت با دو اختصار میشه مثبت چار اکس شش هم با دو اختصار میشه میشه من منفی سه مساوی است با صفر تقسیم بر دو هم که میشه صفر بعد اینی رو باید ما و شما با روش تکمیل مربع کار کنیم صحیح پس این نکته بسیار مهم است فکرتان باشد اگر x مربع ضریبش غیر یک باشد باید تقسیم بر اون عدد بسازیم تا چی یک شود که ما بتونیم تکمیل مربع را کار کنیم درست است خب پس این نکته یادتون باشه شاگرد عزیز اما دقت کنید یعنی سوال که ما و شما داده شده خوشبختانه ضریب x مربع ما و شما یک است ای ما و شما یک است خودش خب حالا چی میکنیم سیر دو بار انتقال میدیم سیر دو بار انتقال میدیم خب تا اینجا خلاص عالی دقت کنید شاگرد عزیز ما و شما یک نکته بسیار مهم داریم بی تقسیم بر دو مربع این عدد برای ما شما بسیار مهم است B تقسیم بر دو مربع این عدد باید دریافت کنیم است؟ در روش تکمیل مربع شما اول رو دور انتقال میدین ضریب x مربع شما یک است یار خب میفهمیم اما م... قدم بعدی چی است این عدد باید دریافت کنیم بی تقسیم بر دو مربع B ما شما در اینجا چند است من نوشتم میکنم شاگرد عزیز B تقسیم بر دو مربع اول بیر تقسیم بر دو بساز بی چست بی ضرب ایکس بود چند بود؟ مثبت دو است. دو تقسیم بر دو بعد مربع بساز اول تقسیم کو بعد مربع دو تقسیم بر دو چند میشه میشه یک آفرین دو تقسیم بر دو میشه یک پس ای شد یک الی یک مربع میشه یک صحیح است فرض شد دیگه نه بی تقسیم بر دو مربع اول بی رو تقسیم بر دو میکنی بعد مربع میسازی که چند شد دو تقسیم بر دو بی شما بود اینجا یک هست دو هست میفهمیم نه دو تقسیم بر دو میشه یک مربع میشه یک پس یعنی عددی که دریافت کردیم عالی دقت کنید امی عددی که دریافت کردیم به دو طرف مساوی چی میکنیم جمع میسازیم پس به این میشه معادله و شما به این میشه دقت کنید میشه x مربع جمع 2x جمع 1 همین عددی که دریافت کردیم مساوی است با دو برم جمع 1 فیس فرم دیگه نه از کجا ساختیم از اینجا ساختیم گفتیم بی تقسیم بر دو مربع شما بی را تقسیم بر دو میکنید بعد مربع میکنید یک عدد در میشه اما عدد هم میتونیم به بر مساوی اضافه کنیم هم دو بر اضافه میکنیم جمع میسازیم صحیح است خب حالا دقت کنید این سمت چپ مساوی که این عدد ما شما ساختیم بسیار مهم است دقیقاً دقت کنید این چی هست؟ مطابقت است کدام مطابقت مطابقت یک حد مشترک اگر یادتان باشد می که دو عدد پیدا که ضرب شود یک جمع شود عدد وسط چند چند یک میشه یک 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 میشه یک, یک. اردوش مثبت چون مثبت در مثبت مثبت میشه جمع مصبت. میشه میشه دو مثبت صحیح است پس به شکل میشه سمت ما شما به شکل میشه میشه ایکس جمع یک در ایکس جمع یک درست در در است به شکل تجزیه بسازیم خب مساوی است با 8 جمع یک میشه نو. صحیح تا اینجا خوب فهمیدید چرا خم شد نه خب دیگه شاگرد از دقت کنید x جمع 1 ضرب x جمع چی میشه اگر من میتونیم کنم که x جمع کل مربع چرا چون دقت کنید دو دو تا قوس شبیه هم ضرب شوه میشه مربع دیگه اگر خب هر دو تا چیزی که شبیه هم باشه و ضرب باشه بینش میتونیم مربع نوشته کنیم به عنوان مثال 5 ضرب 5 چی میتونیم نوشته کنیم نوشته کنیم 5 مربع 6 ضرب در 6 چی میتونیم نوشته کنیم 6 مربع قوس ضرب در همون قوس شوا چی میشه همون قوس مربع میشه صحیح است دو قوس دقیقا مشابه هم است پس میشه همون قوس مربع فهمیدید چرا خام شد دیگه خوب خب شاگرد عزیز اما دقت کنید اما دیگه بر. قوس مربع مساوی است با دوبرم چی میشه نه میشه خب عالی ما شما باید دنی توان دو را یا مربع را خلاص کنیم توان دو چی از بین, بین میبره شاگرد عزیز را شما خواندین توان دو جذر از بین نبر جذر مربع پس ما از هر دو طرف جذر میگیرم شاگرد عزیز دقت کنید پس x جمع یک کل مربع مساوی با نو یا را داخل جذر میندازم تحت جذر هم هم x مربع هم x جمع یک کل مربع هم جذر نو را میگیریم صحیح خوب دقت کنید جذر و مربع هم دیگه را خلاص میده یک نکته بسیار مهم است که اکثر شاگردای رو نمیفهمه یا این نخونده ایره دقت کنید صحیح این گوش کنید بسیار مهم است یک نکته بسیار مهم در کجا نوش در اینجا نوشتم میکنم این نکته دقت کنید در کتاب ما و شما این نکته گفته نشده ولی نکته رو باید بفهمی که بسیار مهم است این رو بتونی سوال کار کنی اگر ما و شما داشته باشیم جذر یک ا مربع ما بفهمیم درجه جذر ما یک عدد دی پشت است او عدد نوشته نشه چند است دو است اینو میفهمیم مربع و جذر که خلاص بسازیم شاگرد عزیز این مربع و جزر خلاص میشه جواب ما شما چی میشه میشه قیمت مطلقه دقت کن خود ای نمیشه میشه قیمت مطلقه اگر توان سه باشد جذر درجه سه باشد خود میشه مشکل نداره اگر توان و درجه با هم جو چی باشه تاق باشد مشکل نداره خلاص میشه خود عدد خارج میشه اما اگر جفت باشد دو دو چار چار شش شش باشه ایدار که اختصار کرده باید داخل قیمت مطلق تحت جذر هرچی بود داخل قیمت مطلق باید بانی چرا دلیلش به این است دقت کن شاگرد عزیز این نکته بسیار مهم است اگر ما شما بگیم این فرمول خیلی از شاگردان مدید میگه که استاد مربع ده تحت جذب باشد مربع و جذب خلاص میکنیم میگیم ای میشه این فرمول غلط است چرا غلط است چون ما یک مثال برات میزنم دقت کن شاگرد عزیز اگر ما با شما بهشک داشته باشیم جذر نو جواب چند میشه شاگر عزیز جذر نو میشه سه دقت کنید مثبت سه جذر میشه چی مثبت میشه جوابش منفی جذر جذب شده نمیتاره دقت کنید جواب جذر منفی نمیشه جواب جذر مثبت میشه او چی است که منفی میشه او ریشه دوم است که او شما باز خواندن دیگه در عکس که سنف دهم ده میخونید صحیح است پس جذر فقط جوابش مثبت است جذر نو باید مثبت سه شوه ولی اگر از این فرمول غلط ما کنم میتونم چه رقم کار میکنم دقیق دقت کنید من نور میتونم این شک نویش نکنم این نور نوشته کنم منفی سه مربع آیا منفی سه مربع نو میشه بله نو میشه دیگه صحیح است خب حالا ولی اگر از این فرمول غلط ما کار کنم این مربع و جذر خلاص بزازم جواب ما شما میشه منفی سه که در حالی که جزر نو باید سه شوه منفی سه نباید شود. اما اگر از فرمول درست کار کنم مربع و جذرم خلاص کنم این اگر دا... گفتیم میشه داخل قیمت مطلقه قیمت مطلقه قیمت مطلقه منفی سه چی میشه مثبت سه و جواب ما و شما سه میشه پس فرمول درست نیسته. اگر شما مربع و جذر خلاص کردید تحت جذر باید داخل قیمت مطلقه باشد باید داخل قیمت مطلق نوشته کنیم پس این ای نکته بسیار مهم است که ما در اینجا نوشته شما نوشته کردم شاگرد عزیز فهمی چه رقم شد دیگه نه؟ این نکته بسیار مهم است خب حالا از این کار میکنیم از این نکته استفاده میکنیم ما میایم این مربع و این جذر خلاص میکنم چی میشه این میشه x جمع یک داخل قیمت مطلق باید خارج شه ما گفتیم دیگه اما دو بر جذر نو که میشه 3 این رو میفهمیم پس قیمت مطلق x جمع یک مساوی است با سه. ادامش ما میایم ده اینجا کار میکنیم خب حالی دقت کن شاگرد عزیز یک نکته باز بسیار مهم نه در اینجا نوشته میکنم قیمت مطلقه خانه خالی شده سه داخل خانه خالی چی میتونیم نوشته کنیم داخل خانه خالی هم میتونیم 3 نوشته کنیم هم منفی 3 دقت کنید پس ما قیمت مطلقه رو خلاص کنیم بگم خانه خالی خودش چی میتونه باشه هم میتونه مثبت سه باشه هم میتونه منفی سه باشه چون ما داخل مربع داخل خانه خالی اگر سه بونم قیمت مطلق سه سه میشه بله اگر منفی سه هم بونم قیمت مطلق منفی سه بازم سه میشه درست است پس اگر قیمت مطلقه یک خانه خالی یا یک ایکس یا یک هر چی باشه فرق متعادل هر چی باشه مساوی با یک عدد شوه ما قیمت مطلق را خلاص کنم خود خانه خالی یا خود ایکس هر نوشته کنم جواب میشه مثبت منفی و عدد درست است پس این نکته بسیار مهم است ما از این باز کمک میکنم این نکته در قیمت مطلق است این کمک میکنم. پس این قیمت مطلق خلاص کنم ایکس جمع سه، ایکس جمع یک x جمع یک ما و شما چی میشه میشه مثبت منفی سه. پس مثبت منفی سه. پس یک بار با مثبت سه و یک بار با منفی 3 در نظر میگیرم پس به این شکل میشه پس یک بار شاگرده عزیز x جمع که ما با مثبت سه در نظر میگیرم و یک بارم x جمع که با منفی سه در نظر میگیرم خب از اولی یک معادل درجه اول است دیگه یک مثبت دوم انتقال بده میشه چی منفی یک آفرین پس میشه x مساوی است با سه منفی یک جواب چند میشه سه منفی یک میشه دو مثبت دورش خط میکشم پس یک تا جواب ما و شما اما جواب دوم از پایین میکشم یک مثبت دوم انتقال بده میشه منفی یک پس میشه x مساوی است با منفی سه منفی یک هم علامه هستند با هم جمع میشه میشه منفی چهار پس جواب دوم ما و شما صحیح پس ما جواب دوم تانستم بکشم جواب اول دو جواب دوم منفی چهار پس دقت کن شاگرد عزیز روش تکمیل مربع بسیار روش خوبی است درست است فقط باید بهش کنی باید نکته ای ما و شما باید یک باشد ضریب ایکس مربع باید اول یک باشد اگر نبود تقسیم بر اون عدد میسازیم تا یک شود. درست است نکته دوم چی است گفتیم سیر دوار انتقال میدیم سی ما و شما همین این منفی ما دو انتقال دادم شد مثبت و بعد گفتیم چی بی تقسیم بر دو مربع بی ما شما در اینجا چند است دو است دو مثبت تقسیم بر دو می میسازه میشه یک مربع میشه یک یعنی بعد دیگه دریافت که راه به دو طرف مساوی چی میکنه جمع میسازی پس شد ایکس مربع جمع دو ایکس جمع یک دو برابر نشه هشت جمع یک سمت چپ دقت کن شاگرد عزیز این چی میشه مطابقت چی است مطابقت یک حد مشترک است دو عدد دریافت گذر به شو جمعش دو شوا. یک و یک این دقت کنید وقتی ما و شما بی تقسیم بر دو مربع رو جور میکنیم دایی بر همیشه اعداد ما و شما هم مطابق دو حد مشترک دو تعداد هم همیشه با هم مساوی است دقیقا همیشه دو تعداد چی میشه مساوی میشه پس چی فکرت باشه که این دو عدد ها چی بسیار آسان میتون دریافت کنیم در این روش تکمیل مربع چون خود ما و شما بی تقسیم بر دو مربع جور میکنیم این بر جور میشه 100 درصد اوکی فهمید چی رقم شد دیگه پس شد این شد مثبت یک مثبت یک خب ضرب میکنیم میشه داخل دو تقاوس میشه ایکس جمع یک در ایکس جمع یک او برام که 8 جمع یک میشه 9 و این هر ایکس جمع در ایکس جمع یک میتونه نوشته کنیم ایکس جمع کل مربع چون دو قوس مشابه هم ضرب شده پس میتونه مربع نوشته کنیم آفرین و مربر مربع رو چه خلاص میکنه جذر خلاص میکنه از هر دو طرف ما جذر میگیرم مربع و جذر خلاص میشه طبق قضیه نکته ای که در اینجا گفتم مربع و جذر خلاص کنه باید قیمت مطلقه شوه پس مربع و جذر خلاص میکنه میشه قیمت مطلقه ایکس جمع یک جذر نو هم که میشه سه مثبت حال یک جمعک از داخل قیمت مطلقه خلاص کنم دو بر میشه مثبت منفی هم یک نکته است ما قیمت خلاص کردیم دو بر میشه مثبت منفی 3 یک بار با مثبت سه میگیرم و یک بارم با منفی 3 یک بار اینجا یک بار اینجا و دو جواب تا بکشم پس این هم چی شد شاگرد عزیز روش تکمیل مربع پس شاگرد عزیز و گرامی تخت پاک میکنم یک تا سوال دیگه هم کار میکنم برای شما پس همراه ما باشید خب شاگردی عزیز یک تا مثال دیگه کار میکنیم از رویش تکمیل مربع پس مثال معادله زیل را دریافت کنید جوابش دریافت کنید یا حل کنید سه است مثال به ما شما به داده گفته x مربع جمع 6x منفی 5 مساوی با صفر گفته دریافت کن خب دریافت میکنیم بسیار آسان است گفتیم که ضریب x مربع باید یک باشد خواست مشکل نداره سیر دوار انتقال بده سی موش منفی 5 دوار انتقال بدیم چی میشه پس میشه x مربع با دیگر کار کنم من پس میشه x مربع جمع 6x مساوی است با 5 مثبت عالی گفتیم b تقسیم بر دو مربع b موش یعنی 6 6 مثبت است پس من در اینجا در خود دریافت میکنم 6 تقسیم بر دو مربع را جور کو 6 تقسیم بر دو میشه 3 سه مربع چند میشه؟ میشه نو پس عدد نو را باید در دو طرف ما جمع بسازم پس x مربع جمع شش x جمع سه مساویست پا شکر دوید پنج جمع سه سیست خب دهی بر دقت کن شاگرد عزیز. سه میگم نو چرا سه ما اضافه کنیم؟ باید نو را اضافه بسازم چون نو شده دیگه است؟ جمع نو جمع نو جمع چون در این نو کنیم شاگرد عزیز جمع نو جمع نو آله صحیح شد خب حالا چی میکنیم شاگرد عزیز میمیر کار میکنیم گفتیم سمت چپ ما دو عدد باید در کنیم ضرب شود نو جمع شود شش بسیار آسانه گفتیم سه و سه گفتیم همیشه عدد ها چی هست دقیقا با هم دیگه است، اردوش میشه سه مثبت سه مثبت سه مثبت درست است؟ میتونه منفی باشه؟ بله سوال ما اگر میبود منفی شش جو اردوش منفی 3 میشد صحیح فا... باشه دو تعداد همیشه با هم مساوی یکش مثبت یکش منفی نیست هر دویش با هم دیگه هم علامت میشه همیشه خب از این تبدیل میشه به چی به x جمع سه در x جمع سه به دو چی میشه 5 جمع نو میشه 14 خب حالا چی میشه شاگرد عزیز این هر دو میشه چی میشه x جمع مربع مساوی است با 14 خب شاگرد عزیز مربع چی خلاص میکنه گفتیم جذر بس از هر دو طرف من جذب دیگه اینجا نوشتم میکنم از هر دو طرف جزر میگیرم x جمع سه کل مربع تحت جذب ده برم جذر 14 صحیح است خب مربع و جذر خلاص میشه میشه قیمت مطلقه x جمع عملی گفتم دیگه دو جذر 14 خود دقیق نیست همون جذر 14 نوشته میکنم او اگر 16 بود 4 ولی خود دقیق نیست است سوال دقیق نشه مشکل نیست همون جذر میمانیم خب چی میکنیم بس دقت کن سوال قبل کار کرده دیدیم که جذر نو بود چند بود شد سه یعنی ج... ج... جواب دقیق داشت جذر ما شما این سمت راست اما این نداره خب مشکل است من شکل میمانیم باشه همین جذری سیست حالی مربع که اگر ما قیمت متعلق خلاص کنیم پس x جمع داور گفتیم میشه مثبت منفی جذر چارده پس یک بار با مثبت از عدد و یک بار با منفی و عدد دریافت میکنیم پس میشه x جمع 3 دو با مثبت جذر 14 و یک بار هم x جمع سه. مسایست با منفی جذره 14 خب از این اردو حالی باید کار کنیم این مثبت شده و انتقال بدن نشان منفی سه پس جواب آخر ما شما ایکس مثالی است با جذر 14 منفی سه یادم با هم جمع نمیشه چون جزری است عدد است دیگه اگر دقیق شو بخوای باید با ماشین حساب جذر 14 رو دریافت کن جوابش چند میشه تقمیل سه اشاری خورده میشه دیگر. چون اگر 16 باشه میشه بین سه و 4 است اون رو با منفی سه میسازه جواب دریافت میشه دقیق شو. ولی در امتحان اگر آمد آمد شما جواب جذری مشکل ندارد. و در مثبت سر هم دو انتقال میشه منفی سه پس ایکس ما و شما میشه منفی جذر چارده منفی سه پس این هم جواب دو ما و شما پس ممکن است شاگرد عزیز سوال ما و شما وقتی کار میکنیم عدد ما و شما جواب ما و شما جذری در مشکلی نیست و ممکن است شاگرد عزیز سوال کار کنیم و جواب اج جواب نداشته باشد یک تازه ما کار میکنم شاگرد تختر پاک میکنم یک تازه ما کار میکنیم که معادله داریم که ما و شما برای تکمیل مربع حل میکنیم و میبینیم هیچ جواب ندارد درست است پس من پاک میکنم شاگرده عزیز. خب شاگرده عزیز مثال آخرم کار میکنیم و درس امروز ما و شما خلاص میشه درست است اما مثال با ما و شما گفته سوال کار کن پس مثال سوال با ما و شما داده x مربع دقت کنید جمع 4x مثبت با مثال 4 مساوی است با صفر یا مثبت چهار نه مثبت نو مساوی با صفر اینی به با شما داده است گفته کار خب گفتیم ضریب ایکس مرمه باید یک باشد که یک است مشکل نداره سیر دوار انتقال میتیم و سیر ما میبریم دو بر پس میشه x مربع جمع چار x مساوی با منفی نوی مصفت دوار انتقال داده شد و منفی نو میشه خب باید چی میکنیم شاگرد عزیز؟ باز بی تقسیم بر دو مربع بی تقسیم بر دو ما شما چی میشه بی تقسیم بر دو مربع رو با جور کنیم بی ما شما زرب بیکس هست که چهار مثبت است چهار تقسیم بر دو کل مربع چهار تقسیم بر دو میشه چند چقدر دادید؟ میشه دو دو مربع هم چند میشه چهار میشه پس بر دو طرف مساوی ما چهار جمع سازم سه است پس میشه x مربع جمع چهار x جمع چهار مساوی است با شاگرد عزیز منفی نو جمع چار سیست خب حالا چی میشه شاگرد عزیز؟ این گفتیم دو عدد دریافت در که ضربش چار شد جمعش هم چار شد دو دو گفتیم دو عدد دو میشه با مساوی است دوی مثبت دوی مثبت پس میشه x جمع دو در x جمع دو مساوی است با منفی نو من منفی نو با چار مثبت هم علامه نیستن از هم کم میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه منفی پنج. است. خب حالی برای نوشته x جمع دو کل مربع مساوی با منفی پنج در اینجا میگم دیگه جواب ندارد معادل ما و شما چرا؟ چون یک قوس مربع شده منفی در حالی که شما هر عددی مربع بسازی منفی نمیشه جوابش مثبت میشه ما کار نداریم داخل ایک چی هست یک عدد هست که جوابش یک عدد میشه مربع که بسازی باید مثبت شود ولی شده منفی پنج این غلط است پس میگیم چی معادله جواب ندارد وقتی ده این مرحله رسید او بر باید عدد ما و شما 100 درصد مثبت باشه شاگرد عزیز اگر او بر او بر تساوی ما و شما عدد ما و شما منفی باشد میگیم معادله جواب ندارد پس نگشت میکنیم معادله جواب معادله جوابه. در درست بگیم جواب حقیقی باید بگیم حقیقی ندارد چون در ساحه اعداد مختلف که باز ما سنهای بد میخوانیم جواب دارد ولی فعلا در ساحه اعداد حقیقی جواب ندارد سیست پس فاهم میده چرا خمی شد ما و شما کار کردیم و رسیدیم به اینجا که قفس مربع در او یک عدد مثبت شد خود ادامه دارد میتون از اطراف جذر بگیریم مربع خلاص کنیم و دیگه گپاش خود میفاهمین اما اگر در یک عدد منفی شد میگه معادل جواب حقیقی ندارد درست است شاگرد عزیز پس از روش تکمیل مربع سه نو ما کار کردیم که همه حالت های شما بفامین در... رقم میشه درست شکرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی پس روش تکمیل مربع را فامیدیم که یک معادله درجه دوم یک یک متحول یا یک مجهوله را ما چرا خم به روش تکمیل مربع کار کنیم درست است خب اما کارخانگی کارخانگی تمرینای صفحه 188 کتاب کار کنید و به ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست شکرد عزیز پایان درس پنجم از فصل هفتم عزیزان بانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا